با سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز کانال خوشمزه. امروز چیز کیک شطرنجی رو میخوام درست کنم که بسیار خوشمزه و همچنین زیبا هست. امیدوارم که با ما همراه باشید و لذت ببرید. میزان مواد لازم تخم مرغ، نمک و وانیل هست. شکر، آب جوش و روغن مایه. آرد، پودر کاکائو، بیکینگ پودر. خب ابتدا مواد خشک شامل بیکینگ پودر، آرد و پودر کاکائو هست رو من با هم الک میکنم. حدود 3 بار اینا رو ما الک میکنیم برای اینکه کیکمون حالت اسفنجی تر به خودش بگیره و لطیف تر بشه. من سفیده و زرده رو از هم جدا کردم. الان سفیده رو شروع میکنیم به زدن و نمک رو بهش اضافه میکنیم. یادتون باشه که حتما تیغه همزن یا حالا چنگال یا حالا همزن دستی که دارید میخواین باش بزنید حتما باید خشک و تمیز باشه. یه مقداری از وانیل رو من بهش اضافه میکنم. سفیده رو باید انقدر بزنیم که کاملا به سرا کف کنه و ظرف رو برمیگردونیم نریز از ظرفمون. حدود 2 قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه میکنیم. الان من قاشق مربا خوری دستمه 4 تا میریزم. خب سفیده رو زدیم میذاریم کنار. الان باید زرده ها رو بزنیم. زرده رو که میخواییم بزنیم مقداری از اون وانیلمون مونده بود میریزیم داخل زرده و همچنین شکر رو کم کم و قاشق قاشق بهش اضافه میکنیم. حداقل در 3 مرحله باید این شکر رو اضافه کنیم. یک دفعه شکر رو نریزید. آب جوشی که میگم برای اینکه زرده حالت لطیف‌تر به خودش بگیره و رو کیکم بافت کیکم خیلی تاثیر داره، آب جوش رو حتما بریزید. باید زرده ها رو با شکر انقدر بزنیم که حالت سفید رنگ به اصطلاح و کشدار بشه. روغن هم الان داریم بهش اضافه میکنیم. کم کم روغن رو میریزیم. خب این دیگه الان کافی هستش. ما زرده و سفیده رو با هم باید ترکیب کنیم.
خب الان این آرد رو با پودر کاکائو و بیکینگ پودر هم که از قبل علی کردیم رو کم کم اضافه میکنیم به تخم مرغ هم. یه مقدار از اون پودر رو درست کردیم، یعنی آرد رو میذاریم برای کف قالب موقع. کف قالب من پوسته انداختم، این مقدار از اون آرد رو به که پودر رو که قاطع ترکیب بود با هم میذاریم کفش برای اینکه کیکمون راحت تر و بهتر در بیاد. اون مایی که آماده کردیم رو میذاریم داخل قالب. قالب رو حالت دو تا ضربه که زمین بزنید کاملا کف قالب تمام مواد پهن بشه و بعد اینو باید دیگه داخل فر بذاریم. خب ببینید دو سه دور من رو زمین میزنم، الان میذارمش داخل فر. دمای 180 درجه حدود 30 دقیقه ما میذاریم، بعد میریم که برای درست کردن خامش. خب ببینید ژلاتین، کره، شکر، پنیر ماسکارپونه، شیر و شیره داریم که همون به اصطلاح شهد هستش، برای داخل کیک استفاده میکنم و همچنین خامه فرم گرفته. اگر خامه قنادی باشه حالا بستگی داره، یا اینکه خامه‌های پودری میتونید بگیرید و خودتون درست کنید طبق دستور روش. من الان پودر ژلاتین و شیر رو با هم قاطی میکنم، کاملا حلش میکنم و میذارم روی حرارت غیر مستقیم کتری بمونه تا آماده بشه. ما الان خامه رو میزنیم، خامه و پنیر رو با هم ترکیب میکنیم، با همدن شروع میکنیم به زدن. اینو یه مقداری شکر خیلی کم و یه قاشق شکر و همچنین وانیل بهش اضافه میکنیم برای که طعم خامه‌مون بهتر بشه و اون ژلاتینی هم که گوشتیم رو حرارت غیر مستقیم داخل این پنیر و خامه‌مون می‌ریزیم. الان کیک ما آماده است. وقتی با یک سیخ چوبی یا چنگال داخل کیک بزنیم مشخص کاملا پخته است و به چنگال نمیچسبه. من اینو برش میدم و وسط به این صورت. عزیزان اگر بخواین داخل کیکشون هم شطرنجی باشن، یه روشی هست من الان بهتون نشون میدم، میتونید انجام بدید. اگر نخواین شطرنجی باشه، ساده باشه، میتونید همینطوری خامه بکشید، رو کشی کنید به اصطلاح. به همین صورت ساده میتونه باشه، یا اینکه برای شطرنجی کردن داخلش از مقوا یا کاغذ میتونید استفاده کنید که من الان بهتون نشون میدم که به چه صورتی باشه. ببینید فرنزه خود کیک من دایره بریدم، بعد این دایره های متحد مرکز از داخلش دوباره در آوردم همونطوری در فیلم میبینید. الان من این نوارهای دایره ای رو میذارم روی کیک و برش میدم. دو قسمت از کیک رو به صورت دوایر متحد مرکز من برش میدم همه رو. یه قسمتش رو نباید انجام بدیم که برای قسمت زیری کیک میشه. اگر میخواییم داخلش شطرنجی بشه این روش رو انجام میدیم و حتما باید کیکتون حداقل 8 ساعت تا 9 ساعت توی یخچال بمونه، چون اون خامه و ژلاتین خودشو بگیره سفت شه که این فرم شطرنجی داخلش مشخص بشه. اگر داخل کیکتون سفت نشه اون فرم شطرنجی قشنگی نمیگیره داخلش. خب ببینید من اینا برش دادم، این قسمت زیرین رو گفتم اصلا نباید، مقدار روش شربت دارم میریزم، شربت حالا آلبالو میتونه باشه، میتونه شربت حالت آب و شکر که برای بامیان استفاده میکنیم باشه. الان خامه ای که آماده کردیم رو میریزیم روش.
به همین صورت رو این دایره ها رو میذاری، ولی دایره رو باید یکی در میون بذارید. این دقت کنیم به این صورت. بعد ما بین دو تا دایره رو با خامه پر کنید کاملا. به این صورت حالت یکی در میون دایره هایی که برش زدیم میذاریم، ما بین دو تا دایره رو خامه میذاریم. اینو تکرار میکنیم تا اون تعداد دایره هایی که بریدیم تمام بشه. دوباره من شربت میزنم روش، شربت بار یا همون شهد رو تو درست کردن زولبیا ما براتون نشون داده بودم، اگه دوست داشته باشید میتونید اونجا بریم ببینید. اگه شربت آلبالو یا حالا شربت میوه‌ای دیگه هم دارید میتونید استفاده کنید. روشو من خامه میکشم کاملا. خب برای اینکه بخوایم روش شطرنجی بشه، ما 30 تا نوارهای به این صورت میپوریم. حدود اندازه نوارها به اندازه کیکتون، بلندی کیکتون باشه، هم که دارم یه مقدار بیشتر، و به اندازه 2 سانت، پهناش 2 سانت باشه. به این صورت که رو هم بذارید، بعد پودر کاکاو رو بپاشید روش. اگه دوست داشته باشید طعم قهوه به خودش بگیره، میتونید از اینکه که طعم قهوه رو دوست دارن یک مقدار خیلی کم قهوه ترکیب کاکاو پودر کاکاوتون بکنید. کاملا اون قسمت هایی که باز هست رو میپوشونید ما بین اون نوارها رو. الان من نوارها رو بر میتونم، باید جهت عکسش انجام بدیم. این سری باید این نوارهایی که بریدیم روی این قسمت‌های شطرنجی کاکائو بذاریم. ببینید به این صورت. این باید دقت کنیم و جهت عکسش. الان دوباره کاکائو رو می‌پاشیم به این صورت. همراهان عزیز، اینم از چیز کیک شطرنجی ما، امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. اگر دوست داشته باشید میتونید از فوندانت استفاده کنید برای دورش به این صورت که در تصویر دارید میبینید، یا میتونید به همون صورت ساده و خامه سفید بذارید بمونه. و فراموش نکنید حتما این کیک رو داخل یخچال بمونه که کاملا وسطش سفت بشه و اون شکل شطرنجی وسطش مشخص بشه. اگر از کانال ما خوشتون اومد لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت بیشتر کانال ما رو به دیگر دوستانتون معرفی کنید. اگر سوال پیشنهاد دارین برای من کامنت بذارین، حتما پاسخ خوب شما عزیزان خواهم بود. خدا نگهدار.